36 تن از باشنده های هرات که بیشترشان کودکان هستند توسط تفنگچه های پلاستیکی در روزهای عید از ناحیه چشمانشان زخم برداشتند. شماری از بزرگسالان هم در میان این زخمی ها شاملند. مسئولان شفاخانه نور هرات میگویند از این میان بیش از 20 تن چشم هایشان به شدت آسیب دیده و احتمال دارد بینایی آنها کاهش یابد. همکارم نصیر احمد سالی در این مورد گزارش میدهد. کودکانی که عیدشان را این گونه تجلیل کردند، مسلح با سلاح‌های گوناگون پلاستیکی و حمله به یکدیگر، اسباب بازی صدها کودک در شهر هرات در روزهای عید این تفنگچه‌های پلاستیکی و پتاقی‌ها بودند، با گلوله‌های پلاستیکی اما یکدیگر را راهی شفاخانه کردند. در جریان 3 روز عید 36 تن با وسیله تفنگچه‌های پلاستیکی و پتاقی‌ها در شهر هرات از ناحیه چشمشان زخم برداشتند. بیشترین زخمی ها کودکان بودند. آنگونه که مسئولان شفاخانه نور هرات میگویند زخم 50% از این کودکان جدی بوده و احتمال دارد بینایی آنان کاهش یابد. طبق راجستری که در بخش عاجل شفاخانه نور هرات هست، در 3 روز ایام مبارک عید سعید فطر به تعداد 36 نفر مراجعه کردند که بر اثر اصابت مرمی های تفنگچه های پلاستیکی اینا از ناحیه چشم جراحت داشتن و اکثرا هم خونریزی های داخل چشمی داشتن و همچنین باعث تخریب قسمی قرنیه یا شیشه چشم از اونا شده بود. در میان این زخمی ها شماری از بزرگسالان هم حضور دارند، کسانی که از مسیر بازی کودکان می گذشتند و آماج سلاح‌های پلاستیکی آنان شدند. پیش از عید با اینکه پلیس هرات از برخورد جدی با کسانی که از تفنگچه‌های پلاستیکی و مواد انفجاری استفاده می کنند خبر داده بود، اما در جریان روزهای عید جلو این کار گرفته نشد. عبدالرؤوف احمدی سخنگوی پلیس هرات می گوید چند تن را در پیوند به استفاده از تفنگچه‌های پلاستیکی بازداشت کرده است. نیروهای امنیتی در شهر هرات آمادگی گرفتند تا افرادی که دست به انداختن پتاقی ها و فروش تفنگچه های پلاستیکی بزنند از اینا ممانعت کردند. یک تعداد دکان هایی که بسیار عمده فروش بودند با اونا تفاهم صورت گرفت، گفتیم که اگر اینا به فروش برسانند اول خود جمع بکنند دکان خود، و در صورتی که اینا بالای مردم به فروش برسانند دکان از اینا مسدود خواهد شد، که خوشبختانه اونا به فروش از اینا دست نزدن امسال، ولی با آن هم گوشه و کنار بود تعداد افراد و اشخاصی که پتاقی ها استفاده میکردن. همه ساله با فرارسیدن روزهای عید بازار سلاح‌های پلاستیکی هم گرم میشود. شاید کمتر کودک پیدا شوند که چنین سلاح‌های در این روزها در دست نداشته باشند. صدای خیلی از این سلاح‌های پلاستیکی چندان فرق با سلاح‌های واقعی ندارد. اما پرسش اساسی اینجاست که چرا دولت از واردات این سلاح‌ها جلوگیری نمی‌کند؟ در صورتی که کنترل کردن آن در شهر هم کاری است دشوار.